Tuchun kohib man chun porasanga jondelam beto la 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 tuchun bore gulo man boyuranga la 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 nigoram nes jondelam beto بلوته کو ناجو های جنگل جون دلم به تو قرارم نیست ندارد قد و بالای قشنگ لا 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 نبینم درد و اجرانم نبینم جان دلم به تو قرارم نیست نبینم داغ ارمانت نبینم خاطری بسیار خوبه بیاییم که اولین مکتب ابتدایی در سطح کابل بوده البته اینمی مکتب یک سنف دو سنف او دو سنف اینی مدیریتش بوده که پسان تا سنف اول سنفی دو داشته باز در زمان امیر شیرعلی خان نیا بازی کم کم ارتقا کرده پسان ها باز تا شش سنف شده که به نام حال فعلا لیسه بی بی است بازی انتقال کردن در اوجای لیسه بی بی هست ایسا تا سنف شش شد و باز چند سال بعد باز به لیسه تبدیل شد یعنی اولین مکتب سطح کابل اینمیجه بوده خب بس اولین مکتب؟ بله اولین مکتب ها که شاگردکاش بچی شوق و ذوقی می آمدن درس می خوندن مستقیبا این قسمتش افتاده بود و خراب شده بود همین چوب زیر سر که یکی سیاس یکی سفید رنگ سیاهش به این اونه که سابقش بوده بله. سفید رنگش ما کپی کردیم جور کردیم شاندیم بله بله این پیشتر مکتب که برتان نشان دادم نه این مکتب شما فکر کنید هیچ باور آدم نمیانه کی طرفش گفتم دو سنف بوده یک سنف اینجا یک سنف اینجا اینجا بوده اینجا مدیریتش بوده این تعمیر ما نو جور کردیم با استفاده از تجربه کاری خود و بعضی گپای نو کال نمیتونیم که فرش زیر ما خامه کار کنیم یا خشتکاری کار کنیم یا تشنوای زی سنگ مرمر و کاشی بگه پا نداشته باشه بازی را جور کردیم که شامل دو منظر است این بار طرف چارباغ میبرد این یک رایس از داخل از این بیریم طرف چارباغ میبرد شما داخل
بله ولی ویروس کوی قسم نیست نه بله هر وقت تجربه چند ساله بله داشتم که گرایت پیدا کنی این جواب حتی امکانات موتر آمدن نیست بله به او خاطر اما دیگه شهرهای کونکی بوده حتی دو شطور با بارش و جمع یک اسب میتونه که این دروازه عمومی داخل شوند دیگه خب امکانات از این نبوده که موتر یابه خب مردم البته به حساب مسائل امنیتی گپای خودم در وقت چون یک ولس بودن اگر یک نفر بیگانه میامد کلی که خبر میشه کنه یک نفر بیگانه در قریه آمده این چارباغ است یک سایه یک سبز بود به نام چارباغی رو جور کردیم اینجا چون متعلمین یکان سات رخصت می باشن اینجا من یک درس یک مطالعه یا یک صحبت میکنن یک گلاس چای میخورن مثلا اینجا سایه سبز هست چارباغ میگن بله است این همی اکاری یا کلش از بیست چند سال پیش است. این اتاق به نام اتاق آروز بوده من که هم آروز سر کار دادن امیره برش شوهرش دیزاین کرده جور کرده در وقت مصارف کرده بوده خب پس این تمام نقش نگارا کرده از اون بلا اگر ما کدام وقت هم جور میکنیم عین چیز بازی ما کپی میکنیم وقت رسالت بلا حق نداریم که تغییر بدیم میموری خامه چی است؟ میموری خامه خوبیایی که داره یک انسولیشن یا عایق بسیار خوب حرارت است. به این معنی که اتاقهای خانه زمستان گرم داره و تابستان بسیار سرد داره، بسیار خوب داره. و یک زمینا تجربه که نشان داده با مراتب این قویتر و مستحکمتر و متداومتر از دیگر ساختمان‌ها میباشه. طور مثال ما اینجا خانه داریم از 150 160 170 سال که همون تو پابرجاست تا حال مثلا دیوال سنجی مثلا انجام میشه دیوال سنجی یک مقامی بسیار خوب در مقابل زلزله است با خاطر که فلکسیبیلیتی یا انحنا داره وقتی که ما یک موج زلزله ای میزنه میره تا یک اندازه باز پس بره یعنی آنن دفتن این شکنی نیست که بشکن یک دیوال بره
ما گفتم دبل کالم سرای یا سرای دو ستنه، به این معنی که دو منزل داره، پایه سر پایه آمده و کوری امو چیز سنتی افغانستان نشان میده که یک سال چند سال پیش امی پایه همه قسم دیزاین میشد. این رو به مو شکل دیزاین کردیم. وقتی که در شروع اومدیم غیر از یک مخروبی تقریبا یک 20% ازی بود، یگان نشانی ازی بود، دیگه هیچ چیز نبود. باز ما این رو از روی سوابق خانه به خانه گشتیم، یگان پایه زیر یافتیم، از روی عکسای سابق که بود بالاخره به یک مفکوره شدیم، برای یک اسکیچ کردیم، این رو دوباره بازسازی کردیم و تا اینجا جورش کردیم. پایتخت افغانستان قندهار بود. وقتی که در کابل آمد، از کابل بسیار زیاد خوشش آمد، به خاطر که بسیار یک چهار فصل منظم داشت. بله. و بنان پیش خود تصمیم گرفت وقتی که من دوباره میرم در قندهار، باید پایتخت در کابل انتقال بدم. او جره با قطعات خود، جزتامای خود و با امو کابینه خود تفاهم کرد که باید کابل بیه. و مراد خان یکی از نفرای بسیار خاصش بود، از قوم قزلباش بود مراد خان و دوج شاروال وقت قندهار بود. وقتی کزی هم خواهش کرد که بیا همراه ما برو، ای گفت ما رفته نمیتونم، به اینکه اینجا ما یک عالم قوم دارم. گفت کل قومتم اونجا یک توفه میتونم مسکن گزین میسازم. باز وقتی که پایتخت به کابل انتقال دادن آمدن، مراد خان هم همراه خود آورد. وقتی که مراد خان آورد، باز امی منطقه را که البته قبل از اوی جبوده مراد خانی شاید به نام دیگه بوده باشه، ای را برش توفه داد. باز مراد خان چون در سنت معماری سنتی افغانستان مهارت بسیار کامل داشت، بازی جا برای مولس خود یک خانه برای کلش همینجا جور کرد، اعمار کرد به شکل سنتی اسلامی افغانستان، این تعمیرها را جور کرد. آمدیم سر مسئله که اینجا فیروزکو چه وقت آمده. فیروزکو در سال 2016، البته 2014 و 15 سروی کرده بود، روری رئیس ما بود. وقتی که آمد ای پیاده آمده بود از طریق کوها، البته در کوی فیروزکو مردم مل که ازی بسیار اخلاق و گذاری خوب کرده بوده، ای را برای دو سه چهار شب ای را پذیرایی بسیار صمیمانه کرده بود. بازی همونجا تصمیم گرفت وقتی که من در کابل رفتم، دفتر من جور کردم به نام فیروزکو جور میکنم و آمد در سال 2016 عملم فیروزکو کار خود شروع کرد. در این منطقه در حدود 60 خانه 70 خانه در اینجا نیمه ساختمان بود، به این معنی که یعنی خراب شده بود به اثر جنگا، به اثر از اینکه شرایط خراب شده بود، راکت می آمد، دیگه مردم منطقه را ترک کرده بودن. باز فیروزکو وقتی که اینجا جا به جا شد، فیروزکو چی کرد؟ اول گرچه تعداد فامیلاش قبلا 105 فامیل بود، همین 64 فامیل را برای مردم احیا و بازسازی کرد. اما قدر کرد در مرتبه اول که مقصد مردم به حداقل استفاده کرده بودن. اما چند روزی که تیر شد، باز آیسته آیسته فازیدی و فازیدی برای مردم مکمل کار کرد، خانهشان جور کرد، برای سرشان قرار داد. از او وقت حال مردم همینجا زندگی میکنه که حال از او مردم قزلباش در حدود 25 الی 30 درصدش مانده. دیگه اکثریت دیگه در شرایط جنگ و ایگپا که مردم های استالف و شمالی یا
اوجا مهاجر شدن آمدن خانه بیکار بوده می خانه در آمدن و ایسته ایسته وقتی که فهمید که صاحب خانه خانه خود مفروشه ام پولش یا پرداخت کردن آل برای مردم قزلباش مردم شمالی هم اینجا متوطن است. نوجود قیمت تر است وقت ما از دستان زبالا هم دلم گیریم آه بلا خب اصل اهمیت ازی مثلا صد چند سال پیش ای اولین مارکت تجارتی افغانستان بوده که مردم های کابل ما از قرا و قصبات دیسبز، چاروسیا، دوغابات از این منطقه مواد خود روز جمعه وقتی جمع می آورده یا شب جمعه باز روز جمعه از دیگه قرا و قصبات کابل مردم می آمدن این مواد می خریدن می بردن به دکان های خود این مرکز تجارتی بوده در وقت بله همی سرای بله که گذشته ما چی رقم بوده مردم ما چی رقم زندگی میکنه چه قسم مفادات داشته خدای نخواسته چی رقم نقایص داشته اینجا و ما را به تاریخ گذشته ما چی میکنه پس میبره ما را و در وقت ما میفهم که نه پدرای ما اجداد ما نیاکان ما چه مردم با غیرت و با همت بوده که نمی آره به دستای خود جور کردن اموال ما در خانه خود یک سیم لینش را کنکت کرده نمیتونیم برو تو برقی رو بر تو برو بر حتی کارهایی که میتونیم نمیکنیم میگم از دست ما نمیشه نه